بسم الله الرحمن الرحیم. ای راحت و آرام جان، با روی چون سرو روان، زینسان مرو دامن کشان، کارام جانم میبری. آفاق را گردیده ام، مهر بتان ورزیده ام، بسیار خوبان دیده ام، اما تو چیز دیگری. عزم تماشا کرده ای، آهنگ صحرا کرده ای، جان و دل ما برده ای، این است رسم دلبری. عالم همه یغمای تو، خلقی همه شیدای تو، آن نرگس رعنای تو آورده کیش کافری. السلام علیک یا صاحب الاسر و الزمان. سلام گرم و صمیمانه خدمت همه شما خوبان، بینندگان عزیز و محترم. در خدمت شما هستم با برنامه به وقت بیداری، در به طور زنده و مستقیم از بخش فارسی دری شبکه جهانی هادی تیوی. خواهش میکنم با برنامه خود در ارتباط باشید از طریق این پل ارتباطی و شماره مثبت 964-780-255-40-13. طبق عرف دوشنبه ها در خدمت استاد گرامی حاج آقای رمضانی هستیم و این افتخار را بنده نصیبم شد که امشب در خدمت شما و این استاد بزرگوار باشم با موضوع بسیار مهم، نشانه های عاقل و عقل، که از مباحث اصولی و مهم است. خواهش میکنم با ما همراه باشید و احیانا سوالات و نظرات و پیشنهادات خود را با شماره ارتباطی برنامه حتما در میان بگذارید. عرض سلام دارم خدمت شما حاج آقای رمضانی، وقت شما به خیر و خوشی. خوشحالم که در خدمت شما هستم تا اینکه گفتگو میکنیم درباره نشانه های عقل و شخص عاقل. با بینندگان آغاز سخن بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مجری محترم و همه بیننده های بسیار محترم و عزیز سلام عرض میکنم و از خداوند سبحان طلب میکنم به همه ما توفیق بهترین اعمال را عنایت بفرماید و به عظمت خودش عقول ما را کامل بفرماید انشاءالله. بسیار دعای زیبایی بود. همه انسان ها دنبال این هستند که شخص عاقلی باشند و از عقل خود به بهترین شکل و شیوه استفاده کنند و یک اصطلاحی دارد که از همه زرنگتر باشیم. چه کار کنیم حاج آقای رمضانی؟ چه نشانه هایی وجود دارد؟ مواردی رو بیان کردید در برنامه های گذشته، در این برنامه هم بفرمایید نشانه های انسان عاقل، زیرک، زرنگ و هوشمند چیست؟ بسیار عالی. ما پای سخن انسان شناس هایی می نشینیم که اینا به لطف الهی از علوم ازل و ابد به اذن الهی آگاهن. درست. یعنی معصومین علیهم السلام، کسانی که انسان ره آن گونه که خداوند آفریده از ظاهر و باطن او آگاهن. بله. بنابراین نشانه هایی که خدمت شما و بیننده های محترم عرض می شود برگرفته از احادیث معصومین علیهم السلام هست و هدف هم اینه که هم گوینده هم شنونده بکوشیم که این صفات را در خودمان ایجاد بکنیم. انشاءالله. اگر این صفات را داریم که خدا را شکر بکنیم به خاطر این نعمت که عاقل هستیم. اگر برخی از این صفات در ما وجود ندارد از خداوند سبحان طلب بکنیم که وجود مقدس امام هفتم فرمودن تضرع کنید، از خداوند بخواهید در مواقع اجابت دعا که عقل شما را خداوند کامل بسازد. انشاءالله. اگر عقل شما کامل شد زندگی هم به سعادت می‌گذرد. در جلسات قبلی یک سری نشانه ها را بر اساس روایات معصومان علیهم السلام گفتیم، دیگه تکرار نمی‌کنیم. و اما یازدهمین نشانه ای که از لسان گوهربار وجود مقدس امام موسی بن جعفر امام هفتم علیه السلام نقل میکنیم اینه که یک انسان عاقل یک نشانه ظریف و بسیار دقیق
اینه که دیگران را از خودش بهتر میدانه. خیلی زیبایی. بله. یعنی هر کسی که با او برخورد میکنه، این شخص عاقل او را از خودش بهتر میدانه. وجود مقدس امام موسی بن جعفر میفرمایند و یرا الناس کلهم خیرا منه، ای انسانهای دیگر از خودش بهتر میداند، انسان عاقل. بله. با اینکه خودش حتما درسی خوانده، تحصیلاتی کرده، عبادتی دارد، شأن و مقامی دارد، ولی هر کسی که میبیند ای او از خودش بهتر میداره. یعنی امکان داره خود این شخص یک رئیس اداره باشد و او کسی که مراجعه کرده یک شخص عادی باشد، ولی این رئیس اداره اگر عاقل باشد او را از خودش بهتر میداره. در ادامه توضیح فرمودن و انه شر فی نفسه، و خودش را پایینتر و بدتر از انسانهایی که با او برخورد میکنند بداند. عجب. چون فرمودم که انما الناس رجلان، انسان ها دو گونه اند، دو دسته تقسیم میشن، انسان هایی که با ما برخورد میکنن. فرجلان هو خیر منه، یک انسانی است که از ما واقعا بهتره، علم او بیشتره، تقوای او بیشتره، خیرات او به مردم بیشتره، خب از ما بهتره، و اتقا پرهیزگارتره، مؤمنتره. و آخران هو شر منه و ادنا، یک دسته آدم هم هستن که از ما بدتر هست. بدتر هستند به ظاهر، یا درس اونها پایین تره، یا اعمال ظاهری اونها به نحوی هست که به نظر میرسه پایین تر باشن، یا موقعیت اجتماعی اونها. خب این انسان در برخورد با این دو گروه باید چه کار بکنه؟ عاقل چه کار میکنه؟ بله. فاذا راى من هو خیر من، آقا فرمودن وقتی که او شخصیت برتر رو میبینه، عالمتر، فقیهتر، داناتر، متقیتر میبینه، خیر منه و اتقا، تواضع له، در برابر او تواضع میکنه، شخصی. احترام میکنه، شخصیتش بزرگ میشماره، لیلحق به، تا این به مقام او برسه، با تواضع در برابر خوبان این به مقام خوبی و کمال برسه. و اذا لقی الذی هو شر من، و اما زمانی که برخورد میکنه با یک انسانی که ظاهر او اینه که از ما پایین تر باشه یا شرور باشد و ظاهر او ظاهر مثلا مناسبی نباشه، مقام او پایین تر باشه و ادنا پایین تر، قال عصا خیر هذا باطن و شر هو ظاهر، پیش خودش انسان عاقل میگه که شاید خیر ای آدم در باطن او هست، من نمیبینم، شر او در ظاهرشه. ای که نگاه میکنم ظاهر مثلا لباس او یا حرکات او به نحوی هست که حساب به نظر میرسه که شری در او هست، این ظاهر کاره و از باطن او خبر ندارم که این چه خلوص نیتی داره، این در باطن خود چقدر به خدا مقرب هست، مینار که من که از دل او خبر ندارم. پس بنابراین شاید باطن او خیر در باطن او باشه و شر در ظاهر او. و عسى ان یختم له بخیر، شاید عاقبت او ختم به خیر میشه. ای که الان میبینم ظاهر او شره، شاید توبه کنه، شاید عاقبت به خیر بشه و عاقبت ما خیر نباشه. فاذا فعل ذلك، وقتی که آدم چنین برخورد بکند با هر دو گروه، علا مجدو، موقعیت و عظمت انسان در نزد خداوند اوج میگیره، بالا میره، و ساد اهل زمانه نسبت به دیگران آقایی پیدا میکنه. خب ای که آقا فرمودن کسی که میبینه اگر به ظاهر شر او را از خودش بهتر بدونه، ما در تاریخ وقتی که نگاه میکنیم خیلی از این نمونه ها زیاد داریم. بله. هم آدمایی که اینها به ظاهر شر بودن ولی عاقبتشون خیلی خیر شد، درست، و هم برعکس آدمایی که خیلی به ظاهر خوب بودن ولی عاقبت اونها به خیر نشد. من چند تا نمونه و مثال عرض بکنم که خوب در ذهن ما قرار بگیره. از قبل از اینکه این مثال ها رو بیان کنید، یک بزرگی میگفت در مواجهه و مقابله با افرادی از جامعه، برخی از خانم هایی که ممکنه در جامعه حجاب خود را کامل رعایت نکنند، یک مقداری از
موهایشان مثلا نمایان باشد و دیده شود. برخی برخورد تندی با چنین افرادی دارند، اما یک بزرگی می گفت که نباید اینها را ما آدمهای بدی بدانیم، چرا که اینها عیبشان آشکار هست اما عیوب ما پنهانه، و چه بسا عیبهای پنهان ما بیشتر از عیب آشکار این فرد باشد. آفرین، بله دقیقا به همین نحو یک انسان عاقل به همین دید نگاه میکنه و خودش از او برتر نمیدانه، بلکه او را از خودش برتر میدانه. درست. البته این هم همین نکته ظریفی همینجی است که اشاره بکنیم، ای که آدم گاهی دیگران را از خودش برتر میدانه، این مانع نمیشه که نهی از منکر نکنه، بله. سفارش به نیکی نکنه. هرچند من او را از خودم بهتر میدانم، ولی گمان میکنم که این رفتار او یک تذکری لازم است از بابی بله. که خداوند امر فرموده. با اینکه او را از خودم بهتر میدانم، اما تذکر دادن خوب است. خوبه. از کسانی که عاقبت به خیر شدن جناب حر، حر ابن یزید ریاحی، که خب این ظاهر او شر بود، تا اواخر عمرش هم به همین نحو گذشت که در مقابل امام حسین علیه السلام لشکرکشی کرد و آب را بست، ولی عاقبت او خیر شد. و از کسانی که عاقبت اونو خیر شد، ساحران فرعون بودن. اینا جادوگر بودن. خب جادوگری یک شغل حرام است. کسی که از راه سحر و جادو پول به دست بیاره، او حرامه، خوردن او حرامه و در فقه اسلامی ممنوع شده، مگر برای دفع شر اگر باشد. این ساحران فرعون با موسی که پیامبر خدا بود به نبرد برخواستند، به جدال برخواستند، طرفدار فرعون ظالم بودند، ولی عاقبت اونها ختم به خیر شد. پس اگر کسی در زمان کنار میدید میگفت که من از شما بهترم، همچی قضاوت نمیتونه آدم بکنه. بله. ما فردای اونها رو خبر نداریم. عاقبت او جادوگره، یعنی یک فردی به نظر میرسه شیاده، ولی احتمال داره با یک توبه، با یک تجدید نظر در رفتار خود، یک انسان بسیار شایسته بشه. از کسانی که عاقبت بخیر شدن مثل ایاز، یک دزدی بود راهزن، درست، و سرگردنه میگرفت، قافله ها را غارت میکرد. وقتی میگفتم ایاز در کمین هست دیگه، او قافله مسترب میشد، دل اونها بسیار میلرزید. یک شب ای دو تا نقل در تاریخ، بله. یکی ای که به دزدی میخواست بره، از دیوار خانه کسی بالا رفت. برخی هم گفتم که معشوقی داشت، عاشق کسی بود، از دیوار خانه او میره بالا، فرقی نمیکنه. سر دیوار که رسید، یک مؤمنی در نیمه های شب با خدای خودش راز نیاز میکرد. آیه قرآن خوان که علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیه وقت او نرسیده که قلب به یاد خدا نرم گردد، خاشع بشه، توبه بکنه انسان، دست برداره از کارهای بد. این کلام عجب در اون نیمه شب و اون سوز دل عابد در قلبی اثر گذاشت. گفت چره، بس دیگه. وقتی که از دیوار آمد پایین، از او کار خود دست کشید و فقیه شد، عالم شد، محدث، نقل حدیث در تاریخ، در روایت ما حدیث هایی هست که این ناقل حدیث هست، این راوی حدیث هست. زیبا. همسر فرعون خب جایگاه داشت در بالاخره خانه فرعون بود، ولی وقتی ایمان آورد، در قرآن داره که از خداوند درخواست کرد که خدای به من خانه در بهشت در کنار خود، یعنی در کنار فضل و لطف خاص خود قرار بده. پس بنابراین نمیتونه بگیم که یک خانومی که اگر حجاب او مثلا نامناسب تره، یک جوانی که لباس او نامناسب تره، یا به نمازش کاهلی میکنه، یا یک شرارت هایی از او صادر میشه، نمیتونه بگیم ما از او بهتره، چون ما عاقبت کارر نمیدانیم، باطن او رو خبر نداریم و عاقبت خودمانم نمیدانیم. از اون طرف آدم هایی که اینا به ظاهر خوب بودن اما عاقبت اونها بد شد، اینم فراوان داریم. من از خود قرآن خدمت بیننده های محترم مثال عرض میکنم، بلعم باعورا. بله. یک عالم بود، یک شخصی بود که امام باقر علیه السلام میفرمایند که اوتی الاسم الاعظم، خدا بی اسم اعظم عنایت کرده بود. اچه. اسم اعظم خیلی به تعبیر جایگاه عظیمی داره. یک مثال عرض کنم، مثلا گفتن در سوره حمد اسم اعظم پخش شده، کنار هم نیه، حروف اسم اعظم در سوره حمد پنهان هست، پنهان. اگه کسی سوره حمد با بسم الله بخونه،
ای اثرش داره، یعنی اگر بر یک مرده خواند و او زنده شد تعجب نکند، بر بیماری اگر خواند و او خوب شد، خلوص نیت داشت و او بیمار خوب شد، تعجب نکند، چون اثر اسم اعظمه. بله. گاهی یک مثلا در روایت داره که آصف ابن برخیا دو حرف از اسم اعظم را بلد بود، تخت بلقیس از او در یک چشم به هم زدنی بله، از یک جای دور آورد به قصر حضرت سلیمان. بله اینا نص قرآن هست، این رقم نیه که بگیم مثلا چیز توهمی، نه قرآن کریم اینو بیان بفرماید. بله. این بلعم با او را اسم اعظم بلد بود به فرموده امام باقر. خود قرآن هم فرمود که آتینا آیاتنا، ما به او از آیات خود عنایت کردیم، فنسلخ منها، ولی او از پوست به در آمد، ای اسم اعظم ره قدر او را ندانست. چیکار شد؟ خب سرانجام همان شد که قرآن از او تعبیر به با عرض منزلت سگ میکند، کلب، که بر اثر دنیا گرایی عاقبت او شش. با حضرت موسای پیامبر هم به تعبیر با پیامبر زمان خودش هم درگیر شد. از کسانی که باز عاقبت بشر شدن سامری بود. سامری یک فرد بسیار عالم بود، در تاریخ داره که منجم بود، ستاره شناس بود، هندسه بلد بود، علم کیمیا بلد بود، علوم مختلف، حکمت بلد بود، بسیار عالمی بود، برجسته، و نامش هم گفتن که موسی بن ظفر بوده. این شخص یعنی سامری لقبش بوده؟ بله لقبش بوده، اسمش موسی بن ظفر با زاید استدار. درست. این شخص میگن که موقعیت چنان بود که وقتی که حضرت جبرئیل، یک جریانی که در عبور از رود نیل که حضرت موسی با قوم خود عبور کردن، درست، جبرئیل اونجا حضوری داشت، جناب جبرئیل بر مرکب سوار بود، ای تشخیص داد و از مقداری از خاک زیر پای اون مرکب جبرئیل را گرفت و خب هوای نفس او چنان شد که یک گوساله ساخت، چون علم کیمیا هم بلد بود. درست. مقداری از این خاک درون او، همین خاک پیش خود نگه داشته بود مدت ها و ای استفاده، به جایی که استفاده خوب بکنه، یک بیماری از این شفا پیدا بکنه، کار خوبی، ای در انحراف مردم یک گوساله ساخت و مقداری از این خاک در داخل اون گوساله ریخت و صدای از او درآمد و مردم به گوساله برسید دعوت کرد، ای عاقبت او شر شد. و فراوان داریم که خود قرآن هم فرمود که از زبان سامری که بصرت به ما لم یبصرو، من چیزی دیدم که مردم ندیدن. بله. خب در یک روایت بسیار زیبا من مطالعه کردم که خب این چند رقم این روایت نقل شد. یک رقم اینه که یک فرد بسیار به تعبیر ظاهر گناهکار رسید به یک فرد بسیار عابدی. بله. ای تابه او رسید پیش و گفت خدایا من گناهکار در کنار ای عالم چگونه قرار بگیرم؟ ای عالم، ای عابد، من خدایا چگونه با این وضعیت بدم کنار او بشینم یا در جلسه با او باشم؟ از او ور او عابد وقتی این دید گفت که خدایا من با این مقام، با این عبادت ها چرا با این هم نشین بشم، با این گناهکار؟ وحی آمد به پیامبر که هر دو نفر بگو اعمالشان از سر بگیرن. عجب. یعنی ای عابد تمام عبادات او باطل شد، محو شد، یک لحظه تکبر کرد بر یک انسان، یعنی خودش از او برتر دونست. خدا گفت از سر بگیر، عبادتت از سر بگیر، باطل کردی. و او آدمی هم که گناهکار بود، تو ما بخشیدیم چون شکست نفسی کردی، خودت کوچک دانستی و او شخص بزرگ شماردی. ای که آدم خودشه، نفس خودشه و زشتی های خودشه آگاه باشه، خیلی ای تواضع در برابر حق و شکست نفسی و خودش انسان کوچک بداند، در برابر خداوند اثرات معنوی زیادی داره. لذا خدا فرمود ای آدمی که به ظاهر شرور بود و گناهکار بود، خدا گفت ما بخشیدیم، حالا دوباره از سر بگیر، آدم خوبی بشو. درست. او آدم عابد هم که مغرور شد، گفت که شما هم دوباره از سر بگیر که با غرور همه رو از بین برده. پس بنابراین
موسی بن جعفر فرمودن که وقتی آدم هر کس رو ببینه، چه از او به ظاهر بهتر چه از او به ظاهر پایین تر، او رو از خودش بهتر بدانه. به همین ادله‌ای که گفتیم. آقا با توجه به این مطالبی که شما گفتین، یک نتیجه مهم می توان گرفت در برخورد انسان با افراد دیگر در جامعه که ما افراد را به طور کلی از اونها قطع امید نکنیم. بله. چه بسا یک آدمی که الان ظاهرش بد هست، رفتار و اعمالش درست نیست، چه بسا این آدم خوبی شود، از بندگان مقرب خدا شود. و ما نباید افراد را تکفیر کنیم، نباید افراد را طرد کنیم، نباید ناامید بشیم از ذات افراد، چون تا موقع مرگ این فرصت در اختیار همه انسان ها هست. و از اون طرف خود ما هم به کارهایی که کردیم، به اعمالی که کردیم، خیلی چشم امید نداشته باشیم که ما واقعا از دیگران بهتر و برتر هستیم. اینو میشه یک طوری به جهان امروز و مسائل روز هم ربط داد. بله. که بسیاری از مردم گرفتار این جریان تکفیر هستند که بقیه رو باید از بین ببرند، حذف کنند، بکشند تا اینکه خودشان به یک جایگاهی در بهشت برسند. واقعا این فکر با آموزه های اسلام هیچ گونه مطابقتی ندارد. بله دقیقا، این در حقیقت نشانه نبود عقل یا کمبود عقل که اگه انسان دیگران را از خودش پایین تر بدانه و حق ریختن خون اونها را به خودش بده، این برترین جهالت و دوری از خرده که هیچگاه در هیچ آیینی، نه فقط آیین اسلام، در هیچ آیینی، خب اسلام هم که برترین دین و برترین آیین هست، طبعا این مجوز به احدی به کسی نمیده. اگر گاهی هم تمسک به سر روایات میکنه، اون روایات جعلی هست، درست. ساخته شده از طرف کسانی که اینها دشمن هر دو گروه هم، دشمن اساس دین و دیانت هم. بس بنابراین این همیشه از خدا بخوایم که خدای الهی لا تکن لالا نفسی طرفت عین، خدا یک لحظه ما را به حال خود ما و مگذار که ما خودمان از دیگران برتر، یا بخوایم خدا نکرده به یک انسانی، به یک موجود زندهی اهانتی بکنیم. خب استاد، با توجه به اینکه به میانه برنامه رسیدیم و یکی از مهمترین نشانه های عاقل رو بیان کردید که انسان نباید خود را از دیگران بهتر بداند و یا دیگران را از خود پایینتر و برتر بداند، که اگر این اتفاق بیفتد این دچار جهل شده و از عقل خود استفاده نکرده. اجازه میخوایم یک استراحتی داشته باشید و بینندگان عزیز هم میان برنامه را تماشا بکنند و برگردیم با بخش دوم برنامه به وقت بیداری در خدمت شما بینندگان باشیم، با بیان این جمله زیبا از آقا امام حسن مجتبی علیه السلام که چقدر زیبا فرمودند: من عبد الله عبد الله له کل شی، هر کسی که خدا را عبادت کند، از خداوند اطاعت کند، خداوند همه چیز را مطیع او میگرداند. انشاءالله ما از بندگان خالص و خوب خدا باشیم. بینندگان عزیز، با بخش دوم برنامه حتما همراه باشید. معبود من، مرا این عزت و ارجمندی بس که بنده تو باشم، و این سرفرازی بس که تو خدای من باشی. تو همان گونه هستی که من دوست دارم، پس مرا چنان بساز که خود دوست داری. خدای من، اگر از من نیکی هایم را بخواهی، همه را به تو خواهم بخشید، با این که خود به آنها سخت نیازمندم. من بنده تو هستم و تو پروردگار منی. خداوندا، به تو پناه میبرم از اینکه بیرون مرا در چشم مردم زیبا نمایی و درونم را با کارهایی که از تو می پوشانم زشت گردانی، تا
تا در برابر نگاه های مردم از خود نگهبانی کنم و از این راه نیکویی بیرونم را به مردم بنمایم و کارهای زشتم را به سوی تو روان کنم تا از این راه به بندگانت نزدیکی جویم و از خوشنودی تو دور شوم. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. با عرض سلام دوباره خدمت همه شما خوبان همراه با برنامه به وقت بیداری، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم به طور زنده و مستقیم از بخش فارسی دری شبکه هادی تیوی. برنامه به وقت بیداری را می توانید هر شب از ساعت 8 الی 9 و تکرار او را فردا بعد از اذان ظهر به وقت کابل مشاهده بفرمایید. حتما منتظر نظرات، پیشنهادات و مطالب سازنده شما خوبان هستیم که از طریق این شماره با ما در میان بگذارید. مثبت 964 780 255 40 13. جناب استاد تشکر از این که در خدمت شما هستیم و استفاده میکنیم از مطالب شما. صحبت میکردید راجع به نشانه های فرد عاقل که دعا کنیم و تلاش کنیم که خداوند ما را از جمله عاقلان قرار بدهد. چه نشانه های دیگری وجود دارد برای این که بدانیم ما از جمله عاقلان هستیم؟ بله، نشانه های عاقل فراوان است، ولی ما از خداوند سبحان طلب میکنیم که به همون میزانی که میفهمه و علم پیدا میکنیم توفیق عمل هم پیدا بکنیم. کلمات وجود مقدس امام موسی بن جعفر رو بیان میکردیم، امام هفتم علیه السلام. یکی از نشانه هایی که در سخن امام بزرگوار آمده اینه که یک آدم عاقل دروغ نمیگه، ترک دروغ میکنه. وجود مقدس امام هفتم فرمودن ان العاقل لا یکذب، عاقل دروغ نمیگه، چون دروغ نشانه عجزه، نشانه جهله، نشانه ناتوانی آدمه، نشانه ترسه. و این کان فیه هواهو، هرچند که در او دروغ میل نفسانی او باشه. یک مثال از بکنم، فرض میکنیم یک کسی به خواستگاری یک دختر خانمی آمده، بله، و ای یک بار ازدواج کرده، یا عیبی در او هست یا در پسر و در داماد عیبی هست، ای او لحظه ای که خواستگاری میشه دروغ میگه و میگه اگه بگم خب ای خواستگار خوب آمده دیگه شاید منصرف بشه. درست. یا اگر عیب ای پسر و این داماد رو بگن شاید به او مثلا بگن نه. این دروغ گفته میشه، ولی دو سال بعد، یک سال بعد این زندگی به چالش کشیده میشه، با یک بچه، با دو تا بچه، دعواها، مشکلات و سرانجام هم خدای نکرده جدایی. این عاقلانه نیست. یک عاقل راست خودش میگه، اگر خداوند قسمت کرده باشه که این فرد با این فرد ازدواج بکند، ازدواج صورت میگیره. دروغ مثل همو بنایی است که خشت اول او کج بشه. عجب. خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میره و دیوار کج میره. بعد زندگی که با دروغ شروع بشه، کاسبی که با دروغ شروع بشه، رزقی که با دروغ به دست بیایه، این رزق و کاسبی و ازدواج ثمری نداره، عاقبت خراب میشه، به هم میرسه. پس عاقل چون آینده نگر هست، درست، آخر کار نگاه میکنه، راست خودشو میگه. بله، در یک جاهایی هست که استثناء داره، مثل حفظ جان یک مؤمن، حفظ جان یک انسان، حفظ آبرو، اونا استثناءها بیننده‌های محترم میدانن. ای که ما گفتیم به طور معمول هست. وجود مقدس امام صادق فرمودن که یک انسان صادق 4 تا نشانه داره که عاقل این نشانه ها در او هست. یصدق فی قوله، در گفتار خود صادق هست. بله.
یصدق و وعد الله و وعیده دو، وعده های خدا را تصدیق میکنه. خدا گفته بهشتی هست، قبول میکنه چون خدا فرموده. خدا گفته عذابی از دوزخی هست، قبول میکنه، عاقله. بله. نمیگه اینا ساخته آدم های، ساخته مثلا ملاهای، این تعبیر نمیکنه. میفهمه که خداونده که هستی را آفرید، این وعده و وعیده داده. یوفی بالعهد، عهدی که با کسی ببنده به او وفا میکنه، هرچند که او فرد شاید به دین او هم نباشه. و یجتنب الغدر، از فریبکاری دوری میبرزه. هیچ وقت به دنبال فریب دادن مردم نیست. پس یک عاقل از دروغ پرهیز میکنه. علتش هم همینه که اشاره کردید که بالاخره دروغ رسوا میشه. رسوا میشه. یک تعبیر داره که میفرماید دیوار دروغ کوتاه هست، و وقتی که بالاخره او فرد رسوا میشه و دروغش برملا میشه، چه بهتر که از همو ابتدا صداقت رو پیشه کنه، که صداقت همیشگی و جاودان هست. یک جمله زیبای یک جای نوشته بود، این جمله خیلی به نظرم زیبا آمد، که با یک کلمه دروغ امکان داره مقداری به جلو برویم، ولی دوباره به عقب نمیتونیم برگردیم. عجب. یعنی امکان داره با دروغ ای ازدواج رخ بدیم، سر بگیره، ولی دوباره او فرصتی که داشتیم، او جوانی که داشتیم، برگردیم به او قبل نمیتونیم، چون گذشته که عمر ما با 3 سال با مشکلاتی که بود گذشت. کاملا درست. گاهی یک دروغی میگیم 3 سال عمر ما هدر میره. پس بنابراین یک انسان عاقل با توجه به آینده نگری راستش میگه، صداقت داره. نشانه بعدی که از وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام هست و از سخن امیر مؤمنان هم استفاده می شود، نظم در زندگی هست. یک انسان عاقل بی نظم نیسته، بی برنامه زندگی نمی کنه. وجود مقدس امام امیر مؤمنان می فرماین عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، از وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، ینبغی للعاقل، برای عاقل سزاوار است، ان یکون له 4 ساعات، 4 تا برنامه در شبانه روز خود داشته باشه. افراد و تفرید نکنه. ساعتا یناجی ربه، یک زمانی از 24 ساعت خودشه به مناجات با خدا اختصاص بده. نمازهای واجبش میخونه، گاهی فرصتی هست یک مستحباتی هم با خدا مناجات داشته باشه، تارک نماز نباشه. بله. با خدای مهربان سخن بگه، عبادت بکنه. این عاقله. یک کسی که 24 ساعت خودش سرگرم کار باشه، این نمیرسه به عبادت. هرچند گمان کنه که خیلی آدم زیرک و زرنگی هست که دائم دنبال سرمایه و پول و اقتصاد هست، اما غافل از این که عبادت را رها کرده، و این جهالت هست، جهالت نه این هست. که عقل و زیرکی باشه. بله. و به تعبیر شاید عرف بازار بگن این خیلی آدم زیرکی هست، ده ها تا باغ خریده، زمین خریده، ولی او کسی که ساعتی با خدای خودش مناجات نکنه، این از عقل بدوره. نیست، از عقل بدوره. و ساعتا یحاسب فیها نفسه، یک مدت زمانی در شبان روز به تهذیب نفس و محاسبه اعمال خودش بگذاره. من در این شبان روز چی کار کردم؟ چند تا کار خوب کردم؟ اونا رو شکر کنم، ادامه بدم. چند تا کار خدای نکرده بد انجام دادم؟ توبه کنم، تکرار نکنم. غفلتی شده، تکرار کنم و تکرار نکنم و توبه کنم. ساعتی برای محاسبه نفس. و ساعتن یعتی اهل العلم، ساعتی برای علم بگذاره، یک مطلب تازه یاد بگیره، رو به رشد باشد. در بله. علامتهای قبلی گفتیم که آدم عاقل تا روزی که از دنیا میره از علم سیر نمیشه، از دانستن، از آگاهی، از معرفت. اگر سن او مقتضی است که 4-5 ساعت به دنبال علم و تحصیل بگذارانه، خب اینو انجام بده. اگر به نوعی است که مقتضی نیست، به حد توان جدای از علم نباشد، ساعتی با علم، با عالمان، با کسانی که او را آشنا می‌سازند به وظایف او، به علوم سر کار داشته باشه. یعنی که در روزگار امروز ما شاید مطالعه
مطلب درستی باشد که تاکید دین بر مطالعه هست و فهمیدن از طریق مطالعه کردن، که در کنار کار و مسائل اقتصادی که این روزها مردم خیلی گرفتارش هستند، یک ساعتی از وقت خود را انسان به مطالعه بگذراند. حالا مطالعه میتواند قرائت قرآن باشد که اون هم به نحوی یک نوع ترتیل و قرائت هست، و یا مطالعه کتابهایی که به معلومات دینی ما اضافه میکنند. همچنین استاد، راجب روزهای جمعه من شنیدم که خیلی تاکید شده، روایات از مقام پیامبر گرامی اسلام هست که فرمودند جمعه را به کار نپردازید، اگر کل هفته را مشغول کار هستید، روزهای جمعه را به عبادت، به دید و بازدید اقوام، و ساعتی را به یادگیری مسائل دینی که مورد نیاز شما هست بپردازید. و ظاهرا تعبیر این است که اگر کسی در روز جمعه به دنبال یادگیری و مسائل علوم دینی نباشد، این شخص حتی ملعون هست. بله، پس از اینجا معلوم میشه که بسیار تاکید شده انسان در هر روز مطلب تازه یاد بگیره، یعنی یک قدم رو به جلو حرکت بکنه، مسائل دین خودش یاد بگیره. اینا علم است دیگه، با شخصی که مسائل دین بلده بپرسه. آخه در قیامت هست که برخی از چیزها شکایت میکنن، بله، از جمله عالم هست، میگه خدای من در این محله بودم، در بین این مردم بودم، یک نفر از من سوال نکرد که آقا همین نماز من چی رقمه، همین قرائت من چی رقمه، همین خمس من چی رقمه. این عالم شکایت میکنه، قرآن شکایت میکنه، میگه من در داخل خانه، تاقچه این خانه بودم، من قرائت نکردم، تلاوت نکردم. مسجد شکایت میکنه. پس بنابراین یک ساعتی رو آدم باید به دنبال علم و معرفت و تعالی بگذاره. و ساعتا یخلی بینه و بین نفسی و لذاتها، یک ساعتی هم بگذاره برای لذتهای حلال خودش، آشامیدن داره، خوراکی داره، خواب و استراحتی داره، همسری داره. این رقم نشه که کار کار کار، یا درس درس درس، که خوب او زن هم حقی داره، شوهرم حقی داره، فرزندم حقی داره، با اون لذت‌های حلالش رو بعد تامین بکنه که باز دوباره نیرو بگیره برای فردای او روز کار بکنه و زندگی خودش گرم بشه. پس یک انسان عاقل متعادل هست، بله، کارش میکنه، عبادت خودش میکنه، علم کسب میکنه، لذت خودش هم داره، میبره. از این جهته که وجود مقدس موسی بن جعفر فرمودن لیس من نامن ترک دنیا لدینه، از مانی او کسی که دنیای خودش رها بسازه به خاطر دین، بگه من دیگه دین دارم، من چرا کار بکنم، دنیا را رها بکنه، زن رها بکنه، فرزند رها بکنه، تلاش برای زندگی بهتر رها بکنه، بگه من دیگه دین، من به تعبیر دین خودم میکنم، این دین ناقصه. یا از اون بر فرمودن او ترک دینه لدنیا، یا ای که دین خودش رو به خاطر دنیا رها بکنه، 24 ساعت کار، شرکت، تلفن، هی حساب کتاب، اما دین هیچ. ای هم عاقلیه. پس یک انسان عاقل با برنامه ریزی به تمام جهات زندگی، روحی، معنوی و جسمی و مادی میپردازه. نشانه بعدی عاقل ترک گناهه. بله، خیلی زیباست. یک انسان عاقل هیچ وقت به دنبال گناه عمدن نمیره. البته خب چون ما آدم‌های معمولی به طور معمول معصوم که نیستیم، غفلت، نسیان گاهی عارض میشه از زبان ما، چشم ما، گوش ما، ولی عمدن عاقل به سمت گناه نمیره. درست. چون خدا رو میشناسه. در صفحات قبلی گفتیم که عاقل خدا شناسه. کسی که خدا رو بشناسه دوست داره خدا رو. و کسی که خدا رو دوست داشته باشه گناه نمیکنه. وجود مقدس امام صادق فرمودن که ما احب الله من عصاه، کسی که خدا را معصیت میکنه خدا را دوست نداره. بعد این شعر خواندن، این مثل خواندن که تعسل اله و انت تظهر حبه، خدا را معصیت میکنی باز بگی من خدا را دوست دارم. هذا محال فی الفقال بدیع، این یک کار ناشدنیه، یک چیزه جدیدیه که آدم یک کسی من دوست داشته باشم بعد برخلاف میل او عمل بکنم. درست. یک کسی که عاشق یک کسی است سعی میکنه که مطابق با میل او عمل بکنه. لو کان حبک صادقا لاطعته، اگر واقعا خدا رو دوست داشتی
دوست داشته باشی، اطاعت او رو میکنی، فرمان برداری او رو میکنی. ان المحب لمن يحب مطيع، یک کسی که دوست داره مطیع دوستدار خودش هست، کسی که عاشق او هست، محبوب او هست، مطیع اویه. تو اگر محب خدا هستی مطیع خدا باشی. ای عاقل، ای فرد خردمند، اطاعت خدا رو بکن. لذا وجود ما جمله آخری که بیان کردید جناب استاد فکر میکنم خیلی زیباست و تبدیل به یک جمله معروف و مشهور شده، یک اصطلاحی شده که ان المحب لمن يحبه مطیع، هر کسی که دوستدار کسی دیگری هست از او اطاعت هم میکند قطعا. بله بله، این حدیث شریف در کتاب شریف اعمالی صدوق صفحه 489 آمده. وجود مقدس امام هفتم فرمودن یا هشام ان العقلاء، عاقلان ترکوا فضول الدنیا، عاقلان اضافه های دنیا را رها کردند، فکیف الذنوب، تا چه رسه به گناه. اونا از حلال هایی که اضافی مثلا انگاهی به درد نمیخوره چشپوشی میکنن، تا چه رسد به گناه. و ترک دنیا من الفضل و ترک الذنوب من الفرض، با اینکه ترک دنیا او اضافه های دنیا یک امر مستحبیه، اما ترک گناه واجبه. پس یک انسان عاقل باید دقت بکنه، اینم دقت بکنیم که وقتی ما نگاه بکنیم به واژه هایی که قرآن کریم از گناه تعبیر کرده، ببینیم واقعا یک عاقل به سمت گناه نمیره. چرا؟ مثلا در قرآن از گناه تعبیر به جرم شده، درست، الذین اجرموا مجرمین. بله. جرم یعنی قطع، یک کسی که گناه میکنه رابطه خودش رو با دوست خودش قطع میکنه. لا اله الا الله، دیگه دوست میگه من تو کاری کردی که من نمیپسندم. چی رقم اگر یک جوان عاشق یک جوان مثلا باشه جنس مخالف خودش، یک کاری که او 100% با او ناراحت میشه هم کار انجام بده، بعد بیاد بگه من تو بسیار دوست دارم. نه، قطع، رابطه قطع شد دیگه، دیگه میل نداره به این. میگه خداوند فرمود گناه جرم است، یعنی رابطه تو با دوستی تو با خدا قطع میشه. مگه توبه کنی دوباره؟ گاهی از گناه تعبیر به اثم شده با سه نقطه. بله. به معنی البطء و تأخر، کندی، عقب ماندگی، عقب گرد. لذا به ناقه و شطوری که عقب بمانه از قافله میگن ناقتون آثمه، یعنی متأخره. یک ناقه شطوری که از قافله عقب بمانه. بله. انسانی که از کاروان تعالی عقب بمونه میشه گناهکار. گناه آدم رو عقب میزنه، گناه آدم به تعالی نمیرسونه. کاروان انسانهایی که به کمال میرسن و ترقی میکنن، گناه پایین میاره آدمه، میمانه از ترقی و تکامل و تعالی. یا از گناه تعبیر به ذنب شده، یعنی دنباله. این گناه آدم راهانه میسازه، یک گناه میکنه 40 سال گرفتار همو هست، افسوس و حسرت هایی که میخوره تا بماند که در قیامت چه پیامد هایی داره. پس یک عاقل با توجه به این مطالبی که گفتی هرگز به دنبال گناه نمیره. گناه نمیره. علامت بعدی که در لسان گوهربار امام هفتم علیه السلام آمده، انتخاب برتر هست. چقدر فرصت داریم؟ حدود 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت هست. این خیلی زیبایه. ببینید، ما وقتی میریم به یک میوه فروشی، اگر بنا باشه که انتخاب باشه، چون گاهی وقتا به انتخاب مانی اون میوه فروش به هر نوی که از یک کنار میوه میفروشه، گاهی نه، به قیمت بیشتر میخریم ولی انتخاب میکنیم اون میوه های سالم رو بچینیم. عاقلیم دیگه، یک انسان عاقل بهترین ها رو انتخاب میکنه. به خرید لباس اگر بریم، اون لباسی که به تن ما مناسب باشد، رنگ او به چشم ما زیبا بیاد، دوخت او نگاه میکنیم، ما انتخاب برتر میکنیم. عاقل این رقمه که در هر جایی که مختار باشه اختیار به او بدن، بین خوب و خوبتر انتخاب میکنه. فرمودن یا هشام ان العاقل نظر الى دنیا و الى اهلها، عاقل نگاه میکنه به دنیا و اهل دنیا. فعلم انها لا تنال الا بالمشقه، میبینه که دنیا جز با سختی به دست نمیایه. همینایی که پولدار شدن
به ریاست جمهوری رسیدن، به مقامی رسیدن دنیا، اینا به آسانی نبوده. این کسی که نفر اول مسابقات جهانی شده، این به راحتی به این مقام نرسیده، چقدر زحمت کشیده. این کسی که استاد دانشگاه شده، این به راحتی نرسیده به این مقام، چقدر زحمت کشیده. یا همین مقام های پست های دولتی به تعبیر دنیایی، چه ثروت چه موقعیت اجتماعی، میفهمه که این آدم به راحتی به اینجا نرسیده. پس دنیا، حتی دنیا با سختی به دست میاد. عاقل نگاه میکنه، میبینه زندگی مردمه و نظر الی الاخره، با آخرت هم نگاه میکنه، بهشت رو نگاه میکنه، سرای قیامت نگاه میکنه، ابدیت بهشت رو نگاه میکنه. فعلم انها لا تنال الا بالمشقه، اونجا هم نگاه میکنه که یک انسان به درجات عالی بهشت برسه، به قرب الهی برسه، در جوار پیامبر خانه او مسکن او باشه، در جوار امیرالمومنین باشه، اینم به سادگی به دست نمیایه، اینم با مشقت به دست میایه. فطلب بالمشقت ابقاها، این چیکار میکنه؟ حالا که هر دوتا سختی داره دیگه، بله، هم دنیا دنبالش بره سختی داره، هم آخرت بره سختی داره. عاقل اونی که باقی تر هست، ماندگارتر هست، او مشقتش اونجا صرف میکنه. عجب. یعنی زمینی که دنیای خودش هم تامین میکنه، علم خودش رو کسب میکنه، همه هست، ولی آخرت هدف اصلی اوی هست. میگن چون که صد آمد، نبد هم پیش ماست، پیش ماست، این صد میگیره، نبد هم خدا به او عنایت میکنه، عنایت میکنه. یک مثال خدمت بیننده محترم عرض بکنم، این مثال خیلی زیباه. فرض کنین که سر یک دوراهی رسیدی، دو تا تابلو هست، درست، یک تابلو سمت راست، یک تابلو سمت چپ. این تابلو سمت راست نوشته که تا 2 کیلومتر این مسیر بسیار سختی ها داره، راه ناهمواره، تاریکی های داره، ممکنه که یک وحشت هایی بشه، ولی بعد از 2 کیلومتر یک باغ بسیار سرسبز، یک زندگی بسیار زیبا و بدون دغدغه تا ابد در انتظار شما، انتظار همه لذت ها، همه نعمت ها با زندگی در کنار زیبایی ها قرار داره. تابلوی سمت چپ نوشته که تا 2 کیلومتر خیلی منظره های خوبی داره، لیک لذت هایی داره، صحنه های خوبی داره، بلبل ها میخوانن، زیبایی هایی داره، ولی بعد از 2 کیلومتر یک دره عمیقی هست با چنان وحشت آنچنانی و او از او خلاصی هم وجود نداره. درست. ای آدم عاقل که نگاه میکنه، گرچه او راه سمت چپی لذت های زودگذری داره، تا 2 کیلومتر خیلی شاده، ولی ای آخر کار رو نگاه میکنه، این آخر کار ای میارزه او سختی ها. چون کسی بخواد به بهشت هم بره، به سادگی نمیره. بس عاقل او ماندگارتره، برتر انتخاب، یعنی در این دنیا نعمت‌های فراوانی وجود دارد که بعضی از اونها زودگذر هست، ولی بعضی نعمت‌ها هست که ماندگار هست و انسان اگر واقعا از عقل خود درست استفاده کند، به اون چیزهایی که ماندگار هست دل می‌بندد و این چیزهایی که زودگذر هست، اگر بود که خوب، اگر نبود هم خیلی او را ناراحت نمی‌کند. بسیار ممنون، متشکرم از شما جناب استاد و مطالب زیبایی که در باب نشانه های عاقل اشاره کردید. چون فرصت برنامه تمام هست، انشاءالله وعده ما با بینندگان دوشنبه هفته آینده و ادامه نشانه های فرد عاقل. تشکر دوباره از شما و تشکر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند همراه با برنامه به وقت بیداری. چقدر زیبا فرمودند راجع به عقل و نشانه های عاقل که در روایات ما هم آمده است: العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اون چیزی هست که خداوند به وسیله او عبادت می شود و بهشت الهی، مقام قرب خداوند متعال، به وسیله او کسب می شود. انشاءالله که همه ما از جمله عاقلان باشیم. اما خود عقل به ما می گوید در بعضی جاها به دنبال عشق و محبت باش، که فرمود به عالم هر کسی کو هوشمند است، به زنجیر جنون عشق بند است. بینندگان خوب و محترم، تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما.